کشورهای منطقه نگران گسترش تروریسم، اسلام آباد نگران حملات حراس افغانان به خاک پاکستان. آیا این نگرانی ها جدی است؟ واقعا منطقه نگران خطر بالقوه تروریسم و افرادگرایی در افغانستان است؟ اسلام آباد نگران حمله های حراس افغانان از خاک افغانستان به پاکستان است؟ آیا این نگرانی بجاست؟ حکومت هم پیامی به کشورهای منطقه دارد. کابل میگوید امنیت مرزها تامین است، نگران نباشید. پرسش مهمتر، برایند نشست شورای امنیت برای افغانستان چه بوده؟ در این برنامه به بحث میگیریم. سلام به افغانستان 1401، خوش آمدید. من نجیب الله دقیق هستم. مهمانانم در برنامه امشب آقایان هر یک، دکتر صاحب عبدالهادی قریشی آگاه نظامی را اینجا در استودیو با خود داریم و آقای محمد هاشم دانش فعال سیاسی را از روی خط تصویر از ترکیه با خود داریم که هر دو مهمان را به برنامه بسیار خوش آمدید میگیم. و قبل از آغاز بحث با مهمانان برنامه، بیننده در افق یک با همکارم آزاده بخشی باشید. سلام، در افق یک با من آزاده بخشی خوش آمدید. رضا تنبایوان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره افغانستان، گفت است که کشورهای منطقه نگران گسترش تروریسم از خاک افغانستان را دارند. وزیر دفاع روسیه در نشستی گفت که برخی از گروه‌های افراطی در افغانستان مستقر شدند، بنابراین مسکو مجبور است امنیت مرز میان تاجیکستان و افغانستان را تامین کند. اما پیش از این، برخی از کشورهای جهان از حضور گروه‌های افراطی مانند القاعده و گروه داعش در افغانستان نگرانی کرده بودند. در این نشست گفته شد که تلاش‌ها برای مشارکت عملی به هدف حمایت از ثبات به ویژه در بخش اقتصادی مهم است و باید ادامه یابد. اما برایند نشست شورای امنیت برای افغانستان چیست؟ باز هم خوش آمدید. حالا بحث را با مهمانان برنامه آغاز میکنیم. دکتر صاحب سلام بر شما، بسیار سپاسگزار از این که فرصت گذاشتین. اجازه بدین بحث را با شما آغاز بکنیم. کشورهای منطقه نگران گسترش تروریسم از افغانستان هستند، این نگرانی بجاست؟ بنا به خداوند مهربان و بخشاینده، سلام و حرمت به شما و جناب محترم دانش صاحب که انتوال ما هست، دوستان ما را که میبینن میشنون تقدیم میکنم. به هر صورت ما این همین موضوع را که دیروز 21 جون پخش شد از طریق تلویزیون، یک تعداد کشورهایی که لازم بود را ما دیدم. مثلا مثال هند دیدم، روسیه را دیدم، فرانسه دیدم، بر علاوه کینیا دیدم، پاکستان دیدم، حرفشان شنیدم. در کل چنین فکر میشد که با ادبیات بلند به طور مثال فرانس، به طور مثال از جمله هند، با نحو شایسته صحبت کردم. درست. که یک از جمله نمی بود که ما خوش هستیم به ای که در افغانستان امنیت و در پالوی مواد مخدر، یعنی ام های مواد مخدر منظور ماست. درست. یعنی ایمان آمیتا که در حالت بهتر قرار داره. ما راستی خودم شخصا چون کشور ماست و ملت ماست اینجا زندگی دارم، به این گپ ما خوش شدم که یک کسی ما را تایید کردن و از این خاطر امی گپ ما نوم که موضوع دیل میگن نفته است که دیگه کشورها در شورای امنیت چونین باز کردن که در اینجا یک موضوع موجود است که این موضوع به اصطلاح امنیت و تامین امنیت بیگه پاست. به هر صورت افراطیت یک باز جداگانه بود که در دوجا باز از کشورها تقریبا 11-12 کشور را شدیدم بسیار کم دوجا تذکر دادم که یکی از جمله پاکستان بود.
پاکستان از دیگه بسیار تشویش داشتن که یک حالت دیگه بوجود نبیاید، با فکر اونا که یک حالت دیگه هست گسترش پیدا نمکنه و طرف پاکستان تهدید نشد. درست. اما در مجموع پالیسی امارت اسلامی چنین است که از کشور عزیز ما، از این دولت حالیه، دیگه کشورها به صورت قطع زیر تهدید قرار نمیگیره و راستی هم چنین است. اما این که هر کس به خود یک واران داره مثلا پیشنهاد میکنه در اونجا که نشوه که در این نها در مستقبل که مشکلی پیدا شوه، میگه قبلا به این موضوع ما اشارت داشتم که یک جمله کشور پاکستان بود و گرچه روسیه محتاطانه صحبت کرد و خوب صحبت هم کرد، یعنی یک تعریف بلند افغانستان داشت، اما در اینجا یک موضوع دیگه از حکومت همه شمول میاد و امنیت میاد آوری کرد. از همین خطر بود که کشورهای زینف پنج کشوری که تحت ریاست مسکو جلسه داشتن سرحدات افغانستان و تاجیکستان همکاری جدید ترتیب شده که فرض مثال در اونجا باید مستور شود. از نگاه بود نظامی که جای خدا نخواسته که در برابول مستر افغانستان برشان نشما دست، در حالی که این چونی نبود و نیست، این صرف یک نوع افواهات هست و یک نوع به اصلا کارشکنی سا در رسی تشویش ها و باورش یک نوع به اصلا یک نوع پروپاگاندش دیماغوژی که وان فری من است با فکر ما که این چونی اینا باس میکنن و این باس ما برای ما به اصلا زیاد دلچسپ نبود بخاطر که امنیت تامین است. حتی خود اروپا کشور اروپایی در اونجا گفتن که اینجا امنیت تامین و مواد مخدر ام هاست. این که دیگه مشکلات ما داره خراجی به او که سوال شما بود حتما. یعنی شما باور خدمت باستم این نگرانی ها و این تشویش ها حساب شدن نه بلکه یک دیدگاه پوپولیستی از سوی یا عوام فریبانه از سوی کشورها. خب یک چیزی که مده بود ما زیاد تو سرشان، یعنی خود همی کشورها از نگاه بودن استراتژیک و سیاسی و نظامی سرشان زیاد تاکید میکرد، همی اصطلاح یا معادبیات زیاد به کار می برد. بله. دو فاکتور پر مثال دم بله. گفتن یه به خود یک تعریف جداگانه داره. بله بله. ضرور نیست اخر به اون اندازه که ترتیب بکنی، یک دولت هر ترتیبی هست. درست. هست. بس. او رو به درج و قیمت آدم خیر شد. بله. و ای که کشورهای منطقه و ویژه کشورهای همسایه دی باب که گسترش افراطت دمجا یا تولید افراطت دمجا یا تولید فکرشان دمجا اصلا از افغانستان سابق منظور مدام 40 سال اون طرف کشورهای همسایه من بالخصوص که 2424 کیلومتر که تمام بله همسرها دستان از چترال تا به نیمروز درست منظورم از پاکستان است. بله از این طرف تهدید نشده بلکه از اون طرف ما تهدید شدیم. بسیار تشکر. یعنی تشویش ما باید داشته باشیم و نه اینکه اونا در اینجا یک موضوع من حیث یک تمهید استراتژیکی و سیاسی دوید اونا باز بکنن. این بس چندان قیمتی نیست. حتما میپردازیم مشخصا روی بحث پاکستان و نگرانی آنها، ولی اجازه بدین که بریم به سمت آقای دانش. دانش صاحب سلام بر شما، سپاسگزار از این که شما هم فرصت گذاشتین. پرسشی که مطرح میشه از در واقع نشست دیروز شورای امنیت تا چه حد در واقع تحول آفرین به نظر می رسید؟ تشکر. سلام بر شما همکاره تکنیکی جناب قریشی صاحب. زنده باد. گزارش و یا جلسه شورای امنیت و گزارش 15 صفحه‌ای که اینا منتشر کردن ابعاد مختلف را داشتن. در بعد امنیتی اینا فیصدی بسیار بلند ناامنی را در افغانستان نشان دادن که زیادش بر واقعیت ها استوار نیست، به خاطر از اینکه ما راپورهای دقیق را که ما شما داریم یگان خطر تروریسم در افغانستان فعلا داعش است و شاخه خراسان داعش است که این مبارزه با داعش به همکاری های بین المللی و منطقوی نیاز است. موضوع دومی را که اینا مطرح کردن مسئله تروریسم است. متاسفانه که تروریسم از سال
2000 و 2001 به بعد که در حقیقت در رسانه ها و اینا بسیار اوج گرفت، تعمل از این که ما شما صحبت میکنیم، جامعه جهانی یک تعریفی جامعه را از تروریسم نتانستن پیشکش بکنن که تروریست یعنی کی. اگر ما به تعریف امریکا و کشورهای غربی اکتفا بکنیم، تعریف تروریسم یک موضوع بسیار ظالمانه است، به خاطر که امریکا میگه که هر فرد، هر گروه، هر حزب و یا هر مملکتی که منافع امریکا را به خطر بندازه تروریست هستن، در حالی که در مقابل امریکا در کشورهای مختلف شاید خیلی جریانهای استقلال خواهی و آزادمنش ها و کشورها نهادهایی که به خاطر آزادی مبارزه میکنن، در مقابل اشغال امریکا در کشورهای مختلف شاید مبارزه بکنن. پس اونا تروریست نیستن. ما باید از تروریسم یک تعریف جامعی را بتانیم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشیم. موضوع سیومی که مطرح شد، فقر در افغانستان هستن که بله، سطح فقر در افغانستان بسیار بلند هستن. هنوز هم کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی در افغانستان مؤثریتی که باید داشته باشد نداره. دلیلش هم نیست که اینا این مقدار پولی را که در ما رو ارقام نشان میده، این مقدار پول نمیرسه، اما پولی وقتی که از واشنگتن دی سی و یا اروپا حرکت میکنن، تمام گروپ هایی که به همین لیول کار میکنن، معاشاتی از اینا، سفرهای از اینا هستن و مسئله لوجستیکی و اینا هستن و 1% بسیار کمش به مردم مستحق میرسن. بله، اگر این کمک ها مستقیم برای مردم توزیع میشدن و یا به اکانت مردم های میرفتن، در حقیقت این میتانستن که در سطح بلند رفتن رفاه مردم نقش کلیدی را داشته. بسیار تشکر. موضوعی چا؟ حتما روی مسائلی که شما پرداختین مشخصتر میپردازیم، بخصوص بحث کمک ها. ولی آقای دانش، قبل از برگزاری همین نشست شورای امنیت، خوشبینی ها بر برایند یا نتیجه بخشی این نشست بسیار زیاد بود، ولی در نهایت پس از این نشست، آیا اون انتظاری که مردم افغانستان داشت و طرف های دیگری در این نشست داشت، اون انتظارها بسیار برجسته شده و بسیار در واقع امیدوار کننده است دست یافتن به اونا؟ من فکر نکنم که مردم افغانستان به نشست شورای امنیت دل خوش کرده باشند. مردم افغانستان به نشستی که در دوحه تحت سرپرستی ملل متحد و اشتراک طالبا میشن جاتر امیدوار به اون جه هستن، ولی در بود حقوق بشری و در بود کمک های بشردوستانه بسیار خوشبینی ها به این نشست به حد و مرز بود. ببینین، کمک هایی که در اینجا اعلان هم نشد، نه کشورها در اینجا میتونستن امار و ارقام را پیش بکنن. این نشست اختصاص داشت به خطرات تروریسم و مسئله تروریسم در اینجا بسیار زیاد تحت فوکس بود. یک موضوع. موضوع دوم این بود که این نشست در حقیقت مقدمه بود بر نشست دوحه، به خاطر از اینکه یک تقریبا یک توافق نظر جمعی به خصوص بین اعضای دائمی شورای امنیت و اعضای موقت شورای امنیت یک تفاهم کلی به وجود بیاید در قضیه افغانستان. درست. و بتانند شما دیدین که در نشست دوم دوحه تفاوت نظریات بین روسا، چینایا و امریکایا بسیار فاحش بود. در اونجا دیدگاه ها اصلا به هم مطابقت نداشتن. بنان جامعه جهانی و ملل متحد تلاش به این دارن که قبل از اینکه نشست دوحه برگزار شود، حداقل نظریات به هم نزدیک باشند و دنیا بتانه در قبال افغانستان یک موضوعی نسبتا واحد را داشته باشند. درست. بسیار این موضوع بسیار اهمیت داشت. بسیار تشکر. بسیار سپاسگزار. قریشی صاحب، اگر نگاه بکنیم به بود دیگره یا زاویه دیگر همین نشست، یک بخش کلانش بحث چگونگی کمک های بشر دوستانه یا کمک های حقوق بشری برای وضعیت حقوق بشری در افغانستان بود. واقعا این بخش که از ضرورت های مهم مردم افغانستان به شمار میره، بیشتر رویش تاکید شد و برجسته شد تا تغییر در افزایش کمک ها برای مردم افغانستان ایجاد شود یا نه؟ ما طوری که شنفتم، طوری که جناب
دانستم برشان کمک ببشن اشارت داشتن اشارت داشتن این موضوع در مجموع من هست یک تمهید یک درامده که شما برشان دستا برشان انتولوریشان میگن برشان برای عشر روز پس هست در دوها دو جم چهار موضوع هست که یک موضوع جمله بانک و این مسائل هست خب وقتی که چونین هست شورای کمک کننده با افغانستان طوری که کشور مالتا هم گفت و یک چند کشور دیگه هم گفتن که ما شنیدم نباید کمک ها زیر سایه سیاست فرض مثال قرار بگیره اینجا مردم در حالت فقر زندگی میکنن مردم به تکلیف هستن سطح زندگی مردم پایین است و خاطر هم 40 سال دیگه انقلاب بود مردم بیکار است این وقت های تلخ جامعه ماست به اینا باید کمک رسانیده شود و بر علاوه که کمک رسانیده شود در بخش مکتب یک پا فرض مثال که در بخش زنان و مردان وجه باید کمک به صورت بگیره درست و تشویق شود تحسین شود کسانی که دیگه کار میکنن درست بله اگر کشورهایی که در یعنی کشور ملل متحد که علاقه من به افغانستان هستن و میخوان که در اینها زینه در افغانستان بوده باشن بالخصوص کشورهایی که در دی منطقه هستن و یا فرانسه کشورهای خلیج هستن به طور مثال امارات به طور مثال کجا وکن میخوای که نو یا دو بار دی بار به طور مثال نفشان در اینجا شریک بوده باشن امیر تکمیل بکنم بوده باشن دست به کمک بزنن و این نوع مبادرت در کمک یک نوع مسائل اخلاقی و عاطفی برای کشورهای حساب می شود که اگر فرض مثال سطح زندگی مردم بالا بره و فقر زدوده شود و حالت بهتر شود به نفع اونا هم است به این معنی که هر قدر فقر زدوده شود به اونا هم اندازه مردم آسوده میشن در آسوده حالی دور از چی دور میشه است حالت بالقوه و بالفعل و بالقوه که یک عمل جنایی خدای نخواسته بزن از دور میشه این بر علاوه که به نفع خانواده است به نفع مملکت است به نفع منطقه است بسیار تشکر قریش صیب ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه باز هم خوش آمدید ادامه برنامه است دکتر صاحب یک موردی را که دانش صاحبم روی ازو پرداختن بس شانی بود که در این نشست بیشتر تاکید شد تا بسترسازی شود برای همسو کردن نظریات کشورهای منطقه و در واقع این نشست مقدمه ای است برای سیمین نشست دوحه آیا در این نشست دیدگاه های مختلف کشورها همسو شد پیرامون موضوعات مختلف افغانستان تا با یک برنامه ریزی خوبتر و بهتر سازمان ملل متحد به سیمین نشست دوحه بره؟ فکرتان باشه که سیاست چیز جداگان است بله و سیاست چند پهلو داره یکی دو پهلو شما میگم یکی گفتار است یکی عمل است بله یکی بالفعل چی میکنه او گپ جدا است یکی از نگاه پروپاگاندشان که برشون میگه او گپ جداگان است که یک رویش ها بله اوکی فلان 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 اما باز او قسم نمی کنن اوجا اما اهداف نهانی یعنی پتش ها منظور ماست بله. نامرئیش ها منظور ماست که تا که برآوردنش و خواسته نخواسته در یک جای نه یک جای دست به پراکسی وار حتمی ضروری می زنه یک در دو جای که ارتباط می ده درست از این خاطر ما زیاد گمانم نمی آید که می گوید باز عمل کم است ما به فکر ما که زهرداری را تا یعنی من حس یک سیاست ریاکارانه بعضی کشورها خود داشتن به خاطر که یک دنده خود بر عد بتن که ما ولی نمی موضوع گفته بودیم در حالی که گفته بودیم میره بلین که چرا ما کمک کردی درسی تامین هم نتیم سرحدات یا فرض مثلا کمک ها و بشر دوستانه که دور از سیاست بده باشه به این مردم
و ای که به رسمه شناسی فرض مثال ما دیگه و دیگه مسائل به ترتیب درست ببینیم در عمل در مستقبل آدم یعنی پیش بینی کدا میتنه اما ببینیم که در نزدیکی در چند روز 15 روز آینده چی میشه. بله بسیار، یعنی شما باور دارین که سیاست های اعلامی با سیاست های اعمالی کشورها کاملا یک تفاوت عجیب داره؟ بله. خوب ادبیات استعمال کردی بخیر باشی. بله دمی بغیر از همین که دمی 40 سال دمی ترتیب بود یک چندین تجربه زندگانی دیگم زندگانی سیاسی در منطقه بله تو اگر نگاه استراتژیک اقدام اگر مطالعه بکنم به طور مثال همین فعلا که جنگ است کشور خلیج یا فرض مثال فلسطینی یا زوبه قبلا فرض مثال دوستی با مصر بود فرض مثال یهود تقویم شد یا فرض مثال فیلیپین نمو زمان زیر جنجالا بود یا تقسیم کره شمالی و جنوبی جنگ ویتنام با میترکیب یا میگی مثال هاشان هست گپی خوبی نمیست تا که یعنی با او کشور گپی خوبی نمیست تا که اهداف یعنی منافع ملیشان استراتژیکشان در موجه دولت پیدا شدن باشه بعد از باز اینا پالیسی خود طوری که گفته باز عمل خواهد کرده و اگر نگفته باشه باز از این تفرق خواهد رسد. بسیار تشکر دکتر صاحب. دانش صاحب شما چی باور دارین که این نشست ها وقتی برگزار میشه قبل از برگزاریش دیدگاه مختلف میباشه بخصوص در واقع دیدگاه خوشبینانه به این نشست ها ما شاهد هستیم حداقل در یک ماه گذشته بیش از در واقع 10 نشست در کشورهای مختلف با ساختارهای مختلف ولی با عنوانهای بسیار مشابه برگزار شد. کلانترین دلیلی که این نشست ها به گفته بیشتر پژوهشگران و کارشناسان نتیجه بخش نمی باشه اون چه است؟ ببینید در اینجا تفاوت دیدگاه ها نقش بسیار اساسی را دارند. در کشورها در بعد از جنگ اوکراین تقریبا توافق نظر روی مسائل جهانی از بین رفت، فضای عدم اعتماد در سطح بین المللی فعلا حاکم است، جهان از یک قطبی به طرف چند قطبی در حرکت است، میرن دنیا میخه از سیطره یک قطب که باید از ایالات متحده امریکا چی در بود نظامی، چی در بود سیاسی و چی در بود اقتصادی که در حقیقت حاکمیت دلار بر جهان بود ایسته ایسته تضعیف میشه. این باعثی از این میشه که نشست ها به اهداف مشخص فقط در مورد افغانستان چند نشست بسیار ارزش داره که بعد از فرمت مسکو بود که به نام همسویی منطقوی در تهران برگزار شد، نشست شانگهای هست که بسیار ارتباط زیاد بر موضوع افغانستان دارد، نشستی که در ارتباط بریکس فعال کردن نوی سیستم بریکس زیاد کشورهای همسایه افغانستان در روز دخل است بسیار اهمیت دارند و نشست شورای امنیت که به تعقیبش نشست دوحه است. به این لحاظ من فکر می کنم که مهمترین تحول را تا ما در درون خود به وجود نیاریم تا خود ما به حرکت در نیاییم ما فکر می کنیم که این نشست ها زیاد تاثیرگذار نیست به خاطر از اینکه یک تقابل بین مردم و امارت اسلامی در درون وجود داره. مسئله بستن مکاتب، بستن پانتون ها، اجازه کار ندادن بر خانم ها، اینا مسائلی هست که و عدم مشروعیت حکومت طالبان که تا مدت 3 سال نتانستن مشروعیت به وجود بیاره در حقیقت یک حکومت سرپرست است، نبود یک قانون اساسی بر حکومت، اینا همه نواقصی هست که باید طالبان به این رسیدگی میکردن. بله ولی اگر به بود بین‌المللی بپردازیم آقای دانش، اگر به بود بین‌المللی بپردازیم شما از تقابل سیاست‌های بلوک شرق و بلوک غرب یاد کردین، آیا افغانستان باید از تقابل سیاست شرق و غرب نگران باشه؟ با هیچ عنوانی، در صورتی که افغانستان یک سیاست مدون داشته باشد در قضیه افغانستان مانند سیاست دوران ظاهر شاه که ما در بحرانی ترین وضعیت جنگ های جهانی تانستیم افغانستان را مبرا از اینمی رقابت ها نگاه کنیم، حالا هم میتانیم یک سیاست مبتنی بر
مسائل اقتصادی باشه. ما در گیرودار روسیه، چین و امریکا هیچ دخالت نداریم. ما یک کشور جنگ زده ای که 45 سال در اینجا ویرانی و خرابی و جنگ و فضای عدم اعتماد در افغانستان حاکم هستند، ما نباید خود دخیل رقابت های جهانی و منطقوی بکنیم. ما باید با سازی خود و افغان ها باید بپردازیم. ما باید بتانیم یک حکومتی را تشکیل بدهیم که تمام افغان هایی که اضافه تر از 8 میلیون افغان و کدرهای بسیار متخصص و چسبان در بیرون از افغانستان بسر میبرند، چطور بتانیم اینا را دعوت بکنیم بیاین به افغانستان؟ چطور بتانیم برای اینا فضای مسئول را و فضای را حاکم بسازیم؟ چگونه بتانیم سرمایه های بیرونی افغان ها و تجارا را به داخل تشویق بکنیم که بیاین در افغانستان؟ شما میفهمین که امیال بزرگترین سرمایه ها در دبی و ترکیه و کشورهای خارجی است. چگونه بتانیم این را به افغانستان جذب بکنیم؟ بسیار کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باید برداشته شود. آیا واقعا اون گام ها برداشته شده؟ شما میدانید که دکتر صاحب قریشی گفتند که سیاست های اعلامی با سیاست های اعمالی کشورهای منطقه و فرامنطقه در قبال افغانستان همواره یکسان نبوده، ولی شما باور دارید که اون گام هایی که از سوی کشورهای منطقه و جهان گفته میشه واقعا برداشته شده؟ ببینین، این یک مقوله کلی در سطح دنیا است که پالیسی هایی که اعلان میشه و اعمال میشه بسیار متفاوت است. در مورد اوکراین هم متفاوت است، در مورد عراق، سوریه، فلسطین هم متفاوت است. این هیچ وقت نمیتونه همسان باشد. شما ببینید همین آمار و ارقام کمک هایی که ایالات متحده آمریکا و اروپا به اوکراین اعلان میکنه، 20% هم به اوکراین نمیرسه. چیزای تبلیغاتی، جنبه تبلیغاتی داره. چطور میتونه روسا به یک شبانه روز 30 نایه را بتانه در مقابل ناتو بیگره و نیروهای اوکراین عقب نشینی میکنن؟ نمیتونن. دلیلش اینه که چیزی را که امریکا و ناتو در مورد اوکراین میگه او جنبه عملی نداره، جتر عباد تبلیغاتی داره. مهم چی است؟ مهم اینه که ما چی میکنیم، ریسپانس ما در سطح منطقه چیست، دنیا چی میخواه، ما چی باید بکنیم، چطور بتانیم به سیاست‌های جهانی مطابق به خواست‌های اولیای مردم افغانستان و با در نظر داشت منافع ملی افغانستان چگونه میتانیم خود به جهان عیار بسازیم و چگونه بتانیم مشکلات درونی خود که در حقیقت انعکاس دهنده نظریات دنیا در مورد ما است، بتانیم مشکلات و کارهای خانگی خود بتانیم حل بکنیم. برمیگردیم حتما به شما. بسیار ممنون قریشی صاحب. بپردازیم به پاکستان که یک بخش کلان دیگر دغدغه پاکستانی ها بحث نگرانی از حملات حراس افکنانه به خاک پاکستان از افغانستان است. آیا این نگرانی به اساس آنچه جو فعلی است میتونه بسیار بجا باشه برای پاکستانی ها؟ نه، اونا یعنی در مجموع پاکستان از روزی که جور شده علیه افغانستان این به اصطلاح در مخالفت قرار داشت. در قتلی در اون زمان که کشته شد توسط یک افغان خود یک موضوع بود که چرا که افغان در زدران بود و به اصطلاح سر سنفر اتفاق چکرد، یک گپ بود، قصه یک تاریخ جداگانه داره. بله، بعد از اون موضوع پشتونستان و بعد از اون باز باجاخان و این موضوع که باز کلان از بعد از اون یک سال حکومت بلوچا به صورت مستقل و پیوند اونا با گروی که پای تخت پشتونستان در زمان بود، از این خاطر پاکستان که کدام چیزی میگه یک شه است و که عمل میکنه دیگه شه است. طوره که اردوی ما جناب دانست دوام یک نظر بوده که این چونین سیاست ها که دوجا دروغین بوده باشه و مجازات به سیاست منطقی بوده باشه و صرف وجا ملیتاریستی بوده باشه، میخه که در میجا هم یک نفوذ استخباراتی و نظامی و گفا دیگه داشته باشه. اون ترتیب گفا است. چه سودی میبره دکتر صاحب از این سیاست ها؟ شما گفتین این یک تاریخ بلند بالای داره، نه تنها در این دور حکومت، در حکومت های گذشته هم چنین سیاستی داشته. خب گپ تا یعنی سوالتان کمه که به اصطلاح چند بودی است
یک چند ثانیه آخر برای من اجازه بدید که مرا صحبت بکنم بس تا که نوبت برای جناب دانی سبا میرسه. دوازده نومبر 1893 خط دوران دوازده نومبر فی بین سرمار تیمر دوران و امیر عبدالرحمن خان او امضا نشده. ما خودم تحقیق کردیم، تالیف دارم کتاب به کتر نوشته کردیم، گفتیم مردم حتی به هندوستان دو این مورد رفتم هیچ گپ هم نیست. ای که زور زور است و به اصلا فقیر کشور فقیر فقیر است، او گپ جدا است. اما احساس پاک وطنی و ملی میهنی دیگه بوده و است و ایش کس او را برش نمی بخش. بله یک مرش موضوع فرض مثال مد نظر بگی یک مارکت آسیای من را مد نظر بگی در افغانستان یک کشور یک دولت ضعیف باید دیگه باید بوده باشه دیمان بوده باشه که دست اونا دیگه باشه خودشان در جای بالا زینه باشه حکم کده برای بطور مثال دیگه مثلا این نمی هم اگه سود است که تقریبا ده موارد ما داده که تالیفی خود نشته کردیم که اگر جمله چهار موارد شما گفتم به ترتیب است ولیکن در کل افغان ها باید بیدار باشه که هر کس هر چی میگویه اما ما باید با خود بیاندیشیم فکر بکنیم که چه نوع پالیسی ما مدامن پذیرفته شده توسط ملت توسط ملت منظور ما است حسب قانون اساسی باید اونو باز ما عمل بکنیم و اگر فرض مثال چنین نباشه بس دو بار دوونا در طول نمی سه ماه یا شش ماه یعنی در پکتیا و جای بمباری کرد ما نتونستیم جواب هوایی بدیم به طور مثال نی این برت مثال گفتم این خودشان نمایندگی است که پاکستان در اینجا که حکومتی ضعیف میخواد ما نباید چنین شویم دیگه هر حکومتی که هست شخصا خود ما و او کسانی که به سلام مرا میخواه گپ مرا میشنون دفاع شو تا که از کل ملت با عزت افغانستان دفاع شو در برابر هر کسی که هست ما خود ملت شریف پاکستان ملت شریف ایران ما حرمت داریم و توقع داریم از مجال اردون و ورطاق ملیشان که مثلا منظور ما از ولیس جرگا بسران میکرسه که با افغانستان یک سر سازش خوبی داشته باشد و خدری دیگه مفادشان است و اگر این چونی نشه و خدای نخواسته باز یک جمع مشتایل میشه بسیار تشکر بسیار ممنون ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه باز هم خوش آمدید ادامه برنامه است دانش صاحب اگر در مورد پاکستان بپردازیم که دکتر صاحب قریشی گفتند که همواره در دیدگاه کلان پاکستان همون سیاست فراده است و فروده است در قبال افغانستان در واقع شکل گرفته و این باورمندی بوده و تلاش کردند که این چنین سیاست از در واقع از حکومت‌های گذشته تا اکنون ادامه داشته باشد و در بعد دیگه هم بحث دیورند پرداختن و دلایل دیگر چگونه می شود که حکومت کابل دیدگاه پاکستان را در قبال از این که دید در واقع فرودست و فرادستی و فرودستی از سوی حکومت پاکستان در قبال افغانستان تغییر بکنه ببینین ما فکر میکنم که ملت پاکستان هم به این نتیجه رسیدن که با سیاست های غلط ISI پاکستان و فوج پاکستان امروز پاکستان اضافه تر از 300 میلیارد دلار زیر قرض است و امروز پاکستان به میلیون ها دلار ماهانه سود قرض خود میده پاکستان با تمام امکاناتی که ما 45 سال در جنگ بودیم و میلیاردها دلار به پاکستان سرازیر شد اما سیاست های غلطی دو ارگان پاکستان را به بدترین وضعیت امروز قرار داده که اما از نظر سیاسی اما از نظر امنیتی و اما از نظر اقتصادی ثبات پاکستان از بین رفته
ما از مردم پاکستان بسیار مشکور و تشکر میکنیم که در مدت تجاوز روس‌ها به افغانستان و در مدت سالهای متوالی مهاجرین افغانستان را جای دادن و ما در پاکستان زندگی بسیار آبرومندانه را داشتیم. حتی ما از حکومت ملکی پاکستان هم بسیار ممنون هستیم. اما چیزی که سیاست بسیار غلط و خصمانه پاکستان را رقم میزنند عبارت از فوج پاکستان و ایسای پاکستان هستند. و این سیاست های پاکستان باید درک بکنن مردم پاکستان و به خصوص پالیسی میکرای پاکستان که پاکستان در سیاست های اجمونی خود در منطقه ناکام است. پاکستان در حدی نیست که بطن لحاظ است که پاکستان باید از این وضعیت دست بکشن و این وضعیت را باید تغییر بده. ما فکر میکنم که پاکستان با سیاست های غلط خود که مخصوص صفات خود و صفات منطقوی را برهم میزنن. بسیار خوب آقای دانش، همینجا یک پرسش بسیار مهم مطرح میشه که کدام مؤلفه ها در داخل پاکستان از سوی کدام اتاق های فکرش باید برداشته شود تا این سیاست که شما گفتین که بیشتر از سوی در واقع آیسای پاکستان در واقع تصمیم گیری میشه این تغییر بکنه؟ آیا مؤلفه های ما در داخل پاکستان داریم که این خواست را داشته باشند که نگاه پاکستان یا سیاست پاکستان در قبال افغانستان باید تغییر مسیر بده؟ ببینید پاکستان دو دیدگاه بسیار غلط یا دو فکر بسیار غلط یا اتاق فکر بسیار غلط در مورد افغانستان، یکی کنترل بر سیاست های خارجی افغانستان است با خصوص مناسبات افغانستان با هند، دوم ای که پاکستان میخواد بدون حد و مرز با ما تجارت اقتصادی را داشته باشند و از تمام مسائل قوانین بین المللی و منطقوی در مسئله تجارت با آسیای میانه خود مبرا میدانه. سومین مسئله ایست که اجمونیسم پاکستان است. پاکستانی تو فکر میکنن که باید یک جاندارم منطقوی باشه و بتانه بینمی صدر اعظم های دیوانه و بینمی وضعیت نابسامان خود بتانه افغانستان و کشورهای آسیای میانه را کنترل بکنه. چهارمی مسئله ایست که پاکستان به غلط فکر میکنن که نماینده عام و تام امریکا و کشورهای غربی در منطقه است. اما شکلی که کشورها احتیاج و محتاج رابطه با کشورهای غربی است باید احتیاج و محتاج رابطه با پاکستان باشد. این همین مسائل است که پاکستان را به قعقرا کشانده، به بدبختی کشانده و به مصیبت ها کشانده. تا زمانی که این افکار تغییر نخوره پاکستان به مسابقه یک کشور جزی کشورهای آسیای میانه مانند ایران، چین، هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان خود امسان الجنانه برتری طلبی خود در افکار خود از بین نبره پاکستان روز خوش را نخواهد و این تغییر مسیر محتمل است. بله پاکستان به طرف تجزیه خواهد رفت. آقای دانش این تغییر سیاست محتمل است؟ ما فکر نمی کنم. زمانی که مردم پاکستان که همیان شما سر و صداهای احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی را در پاکستان می بینین که اونا هم معتقد به این دیدگاه ما شده که ما تقریبا 40 سال می گفتیم که پاکستان را ایسای و فوج به این سیاست های غلط خود به مسیری که انتخاب کرده به ترکستان می بره، خوشبختانه که امروز مردم پاکستان هم متوجه شده و این مردم پاکستان باید این تغییر. بسیار تشکر، سپاسگزار هستیم. قریشی صاحب، واقعا تغییر مسیر سیاست پاکستان در قبال افغانستان امکان پذیر است؟ البته جواب سوالتان بعد از این تایید صحبت جناب دانش صاحب میگم بخاطر همیشه ما میخواستم بگویم چیزی که تایید میکنم و چی هست در اینجا میخواه که یک حکومت ناکام دست نشانده ضعیفی در اینجا باید بوده باشه مطابق پالیسی این دکتوری نظامی و نامی ترتیب ترتیب تنظیم شده سنبال شده به مثل پر و هجمونی نظامگریشان همی ترتیب تقاضام میکنه او تر موضوع کشمیر کشمیر دو پرچه تر موضوع هند دوستی افغانستان که دائما با هندوستان روی اندیوالی و رفاقت پیش رفتن و با من انتیگوی سو بر مثال شورای دیگه تا ایالات متحده به این ترتیب
ایره باید از این طریق بشه و از اسلام آباد باید آو بگیره. درست. از این طریق باید جرا شد. بسیار ما یک کشور آزاد است نمیخوام کاری ما آزاد سیاست خان نیست نو خود دکتر صاحب شما فکر میکنین من حرف خود کوتا گفتم مثلا مهربانی خود با تغییر چهره ها در پاکستان فکر میکنین که حالا قدرت دستگاه دیپلماسی پاکستان با اونجا حداقل رسیده تا تغییر مسیر بده یا می دیدگاه شکل گرفته که باید تغییر مسیر بده سیاست پاکستان در قبال افغانستان یا نه در واقع دستگاه دیپلماسی پاکستان دنبال رو سیاست های نظام بله دهه 80 رفیق مطمئن میشنوا دهه 80 اختر عبدالرحمن بود بعد از جنرال میدیکال شد بعد از اسد درانی شد بعد از نسیم رانا شد جازه لما در کتابه خود نوشته کرده امو پالیسی که در امو اختره شد تا به اون حالت اعمار است بسیار تفاوت کم بعض وقت احساس میکنم بعض وقت احساس میکنم بخاطر که مردم پاکستان همه بیدار شدن ولی بیدار هستن اون تغییرات مقطعی است استراتژیک نیست تکتیکی یک حرکت خب ممکن است اما کامی که کم احساس میکنم بخاطر که تاکی همین منطقه را که استراتژی رو ما خواندیم منطقه جنوب شرق آسیا کم کرده تغییر است بسیار کم این پالیسی تا که هژمونی نظامی گرید و دکترین نظامی در اونجا یک باس مکمل ملی دود سرعت نگیره و تصویب نشوه در برابر افغانستان همینچون ادامه داره بسیار یعنی امارات متوجه باشه بیدار باشه ملت بایزد افغانستان باشه و ملت شریف پاکستان باشه بسیار سپاسگزارم ملت شریف پاکستان ذات احترام دارم این مردم ما دوست دارم بسیار اما نظام گیری دوجا مشکلات داره بسیار تشکر دکتر صاحب اگر بپردازیم حالا به دوحه قرار است تا 8 روز دیگر سومین نشست دوحه در قطر برگزار شود و حکومت افغانستان هم تایید کردند که نماینده حکومت به این نشست اشتراک میکنه این نشست تا چه حدی ما پس از این نشست شاهد یک تغییر دیدگاه کشورهای منطقه و فرامنطقه در قبال افغانستان می باشیم یک بس و بعد دیگر آیا این نشست واقعا تغییر آفرین خواهد بود یا تکرار نشست های تکراری گوره در بدست ساعت را صحبت کنم که در زمان در ارون چپده کابل که حکیمت حکومت که دی باید واوری با ساده شو ببرده باید اقل تا پر طولیز دول بنده چی ورزی یا تعداد کسان ورزی اوی قبل انتخاب شده بود هر اقل سو چی نیم بدنه دی اقل تا موجوده نده اقل تا موجوده نده اقل خواه اندپکی موجوده نده دخپل بان جوانه اون مشکل ایجاد لگی جوانه یعنی یو ستونز ایجاد اون کدی دسته باید نوی شوی او که خدای دیگو چه نیش بلکه طول حقا کسان چه در افغانستان پرا فکر کهی او ملی فکر کهی زمان در تاعت پشمول بانده مختلف مذهب بزینی مختلف منطق خوزینی زکر چه پاگزه که جوانستان ده پارا نور خان میلی باز کبی دو خبر تبیه زرازم که دام دیر مهمه ده بفرمان نو زی گمان نکومه چه دومر و باری علی بی خبرم دیر رالنده کلا دویم خبره پریده چه دست غند جورشی در جوانستان ده میلی هست ده لوالتا ده پارا دیر اگر تکی اینه دام یو میلی خبره ده دریم خبر په دې کې نغښته ده چې کچېرې هغه ځکه طالبان خوبول شي موږ هلته ورځو یعنې امارت اسلامي کسان ول چې موږ هلته ورځو دوی دې په پراخ فکر باندې په پراخ مشارکت باندې هغه ځکه ګډون وکړه دغه هغه نقطې چې په هغه ځکه یو خل پښتو کې تندوغه وي یعنې یو مشکل پیدا کېدونکې نقطه واوسېږي هغه نه دې به تېر شوي وی هغه ځای که به نور کسان هم وی څلورمه خبره چې درباندې باز کومه زه دوحه وزستی یعنه که زه واوسېږم په دې ځای کې یو سردمدار واوسېږم یو پالیسي میکر واوسېږم
تخبل سپیشل احساس پر بنا باندې ما د افغانان په خبر راټول ول بسیار تشکر ایمل تکیل بکنم بیتم جمع میکردم با داخل یک لوی جرگ ترتیب میکردم پیشنویس قانون اساسی را ترتیب میکردم از این تمام میگفا هم میگذاشتم فقط دینه میجا میامدم دینه میجا میشتم بیادر زمز تا سر و رور تملا ما سر و راش میرا بلیم جوری که دا وطن بالی جوره بویه هیچ کس نیست که او نبگه که جور نمیکنم انعطاف تسامه تساهل در حکومتم ضرور بود و است. بله. امیدواری به این روز و به این فرصت است. ما بینمی بله افغانم تفکر یک مغز یک کلا کپری خود را نداره. خود کلا خود به کار بیاندازن. بسیار تشکر. نه به نکتور که آقای دانش من گفتن که 3 میلیون نکاسان پر بیرون که دی پغز که رشته می داد طول دک کپری التر فرار ده مغز دل تو شو نرو دی بشری پغز که زمان مثلا لزی تو ما یان خوری شو که پغز کی دلتا جون بلی دولت در جوراول در پاره در کابل نبه شروش بسیار زیاد تشکر دبر ایخ کل کارو بسیگی چه دقیقا جانه شروش بسیار تشکر از حضور هر دو مهمان گرامی دکتر سای عبدالهادی قریشی آگاه نظامی و نویسنده بسیار تشکر نربانی. از حضورتان به برنامه و از آقای محمد هاشم دانش فعال سیاسی که از روی خط تصویر از استانبول با ما همراه بودن از نو هم بسیار سپاسگزار هستیم ولی در لحظات اخیر برنامه ارتباط اونا با ما قطع شد ولی بسیار تشکر از اشتراکشان و سپاسگزار شما بینندگانی که برنامه را دنبال کردید شب بخیر خدا نگهدار